سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما دوستان گرامی، به این بخش از ویدیو خوش اومدین. ما توی قسمت قبل این هدر رو ساختیم و اینکه سس رو اد کردیم و از فولدر و آرشیتکت بندی، در واقع فولدر بندی و آرشیتکت 7 in 1 اومدیم استفاده کردیم، اما خیلی از فایل ها رو هنوز نساختیم. اجازه بدید اول این کار رو بکنیم. من برای این کار میام از خود همین فولدر ابسترکت شروع میکنم و اولین چیزی که مینویسم variable.css هست. داخل ابسترکت اضافه میکنیم variable.css. داخل variable.css تمام رنگ ها و سایز بندی ها رو قرار میدیم. برای مثال داخل ادوبی XD اگه یادتون باشه ما تعدادی رنگ داشتیم که سیف کرده بودیم و همه اینا رو میخوایم ازشون استفاده بکنیم. برای این کار من، برای اینکه بتونیم از رنگ ها استفاده بکنیم، کافیه که از علامت دالر ساین استفاده بکنیم و بعد اسم رنگ رو بنویسیم. برای مثال اولیش میشه primary color و کد فایل هم هست 1C2B97. خب جایی که من از این رنگ آبی استفاده کردم فکر میکنم الان جایی نباشه، من یه دقیقه وریبل رو قبلش اد کنم. وریبل بعد از انیمیشن قرار میگیره، ایمپورتش میکنیم. خب سیو میکنم ببینم من جایی از رنگ آبی استفاده کردم یا نه. بعید میدونم فعلا که جای استفاده نکردیم. نه. خب حالا رنگ بعدی که میخوایم ورژن روشنتر این عکس هست که می دوباره می نویسم primary-color-light و برای این کار فقط کافیه که بریم داخل کد ادوبی و کد رنگ روشنتر رو پیدا بکنیم. 1D2C9A و کدش هم هست 9FA8DA. به جز اون دوتا رنگ اصلی دیگه داریم، یکیش وایت کالر هست که رنگ سفیدمونه، طبعا 3F میشه. و رنگ بعدی رنگ مشکیمون هست که میشه بلک کالر و 3-0. خب ما اینا رو میتونم زیر هم دیگه قرار بدم، اینطوری یک مقدار از نظر زیبایی هم بهتره. سیو میکنیم. حالا برای استفاده از این رنگ ها یه رنگ دیگه هم داریم، این 777 فقط همینجا استفاده شده. میتونیم اینم به عنوان یکی از رنگ های دیگه مثلا بنویسیم اینطوری تکست کالر، بعد بنویسیم 777. هش رو بزنم، اما چون فقط یه بار استفاده شده من دیگه این کار نمی کنم، چون که وریبلی نیست که بخوایم هر بار تبدیلش کنیم. اما برای استفادهش من میخوام به شما الان نشون بدم، فقط کافیه که بیایم اینجا و تکست کالر رو بنویسیم. و من اگه اینجا سیف کنم میبینید که اگر لایف سرورمونم بزنم بیاد، میبینید که رنگ ها کدش همون، هیچ تغییری نکردن. اما خب من اینو نمیخوام اینجا، نیازی نیست داشته باشیم، این همین یه بار اینجا استفاده شده، ولی اگه شما بخواید میتونین از این استفاده بکنید. حالا بریم سراغ بقیه فولدرها. یک فولدری داریم به نام میکسین فعلا خالی میمونه تا بعد ما اینا رو اضافه بکنیم. خب من میکسینم پاک میکنم چون فعلا نیازی نداریم بهش.
اما الان قراره که بریم هیدینگ پرایمری رو بسازیم. هیدینگ پرایمری اول بریم تو دیزاین ببینیم به چه صورتی هست. همطور که میبینید اینجا هیدینگ پرایمریمون یه لینیر گریدینت داره و نیاز داریم که ما لینیر گریدینت رو به تکست بدیم. برای این کار این هیدینگ رو اول اجازه بدونید چند جای دیگه ما استفاده کردیم. 1, 2, 3 جای و اینجا هم 4 جا ما از این هیدینگ استفاده کردیم. پس ما نیاز داریم که این داخل فایل تایپوگرافی مون قرار بدیم. چرا؟ چون که تایپوگرافی ها شامل هیدینگ ها و بقیه بخش ها میشن و خود تایپوگرافی داخل بیس قرار میگیره. کمپوننت نمیشه این هیدینگ چون که به عنوان جزوی از لی‌آوتمون حساب نمیشه. اون بخش سکشنمون این یه چیزی هست که ما در طول در کل وبمون میخوایم ازش استفاده بکنیم. خب بریم داخل HTML. من فعلا این بیرون ادش میکنم اما بعدا نیازه که بذاریمش داخل سکشن. وقتی که خواستیم این سکشن رو بسازیم این هدینگ هم داخل این سکشن قرار میدیم. خب بریم برای اد کردنش. اینجا من یک دیو می نویسم، اسم کلاسش رو میذارم هدینگ داش داش پرایمری. این طرز کد نوشتن همون امته. اگه من اینجا الان تب بزنم خودش برای من کلاس رو میاره و هیدینگ پرایمری رو بهش میده. خب تایتلمون چی هست؟ What do we do؟ من اینو سیو میکنم. حالا باید تایپوگرافی رو ایمپورت بکنیم. اما قبل از اون من یه چیزی بگم. این میکسینا رو من اجازه بدید دوباره بنویسم. mixins.scss و این انیمیشن رو ببریم داخل بیس. من این دوتا رو ایمپورت کنم. بریم داخل مین. انیمیشن از اینجا میاد داخل بیس. همچنین تایپوگرافی میاد اینجا و این که فقط اینجا ما میکسین ها رو داریم بگه. میکسین ها بالا هر. خب یه سیف کنیم این از این. حالا برای تایپوگرافی من این هیدینگ پرایمری رو که داخل اینجا نوشتیم و سلکت میکنم و شروع میکنیم به کد زدن. اولین چیز فونت سایز هست. فونت سایز سرم بهش میدم. فونت ویت 700 بهش میدم. تکست ترانسفورم آپرکیس میدم. دیسپلی اینلاین بلاک میدم چون که میخوام بهش تکست گردینت بدم. من یه تکست گردینت میخوام بهش بدم به این راحتی نیست که بگم بکگراند ایمیج، بگیم بکگراند ایمیج لینیر گردینت مثلا به سمت راست باشه و رنگ اولمون پرایمری داش کالر ببینم پرایمری داش کالر و رنگ دوممونم پرایمری لایت باشه. الان اگه اینو سیف کنم بریم داخل کدمون میبینید که اصلا نگرفته. تایپوگرافی npm رو ران نکردیم. npm ران کمپایل ساس. الان کافیه که من فقط یه سیف بکنم. خب ارور داریم نوشته داخل مین ابستراکت انیمیشن. آها من اینو هنوز عوض نکردم، باید بشه بیس. حالا سیف میکنیم. اوکی شد.
خب الان ببینید این بک‌گراند رو تکستمون نگرفته و تکستمون در واقع این رنگ رو هنوز گرفته، درسته؟ من میخوام که بک‌گراند به تکست، به این لینیر گریدینت به تکست برسه و این بک‌گراند اینجا نباشه، درست مثل همین که اینجا ما توی دیزاینمون داریم. برای این کار من میام از یه پراپرتی CSS استفاده میکنم به نام background clip داخل تایپوگرافیمون. اینجا من مینویسم background clip و میبینید که border box content initial و یه سری پراپرتی های دیگه داره. من اینجا مینویسم text و از یه وبکیت استفاده میکنم. این وبکیت ها چی هستن؟ برای خود مرورگرها هستن. مثلا اولیش وبکیت بک‌گراند کلیپو که بدم، این برای مرورگر کروم هست، برای ورژن های قدیمی ترشون که ساپورت نمیکنن ما باید اینجوری بنویسیم. و برای موزیلا هم دشموز بک‌گراند کلیپ، این هم برای موزیلا هست که و این دوتا مرورگر بیان بتونن اینو بخونن. اگر که از این دستور ساپورت نمیکنن، با این دستور میتونیم این بک‌گراند کلیپ رو بهشون بدیم. بعدی کالر. حالا اینجا چه کالری باید بهش بدم؟ اینجا من میخوام کالرم، کالر تکست، کالر بک‌گراند رو بگیره. خب اجازه من اصلا این کالر رو الان ندم، سیف کنیم. ببینید الان این بک‌گراند نیست، اوکی، ولی پشت تکس افتاده، اما رنگ تکس داره اوورایت میشه روی در واقع خود بک‌گراند. اینجا برای اینکه من بتونم بک‌گراندشو رنگ سفید این رنگو که روش افتاده بین ببرم و رنگ بک‌گراندی که الان اینجا دیدین، لینیر گریدینتی که زیر تکس افتاده رو بهش بدم، فقط کافیه که بیام بنویسم color transparent. transparent یعنی هر چی که color زیرش هست و میگیره، یعنی کالری که از قبل هست. ببینید الان این گرفته، میبینین؟ فقط کافیه که من دیسپلی رو اینلاین بلاک کنم تا گریدینتمونم بیفته روش. الان what do we do اوکی ببینم، همین بود دیگه. الان میبینید که لینیر گریدینت رو گرفت. و کار دیگه که باید بکنیم اینه که من وقتی میخوام هاور کنم روی این، یه انیمیشن داشته باشه و تکستمون شادو بگیره. برای این کار من میام اینجا مینویسم اند. این اندی که مینویسم، دو نقطه هاوری که میذارم، یعنی میاد خود این رو سلکت میکنه، میگه حالا خود این دوباره سلکت شه، حالا هاورش، به هاورش ما یه ترانسفورم میدیم، میخوام روتیت بشه و همچنین از یک چرخش دیگه استفاده کنم به نام اسکو. اسکو و روتیت دوتاشون درجه میگیرن. من به روتیت هم اینجا منفی یک درجه میدم و به اسکو 15 درجه. سیف کنیم بریم اینجا. ببینید الان روش که کلیک میکنم به چه صورت میشه. من اینو اینسپکت کنم ببینید اگه اسکو رو پاک کنیم بدون اسکو چجوری هاور میگیره و اگه اسکو داشته باشه چجوری. خب من الان اینو بذارم رو هاور، کلاس اسکو بهش اد شده. من اینو اگه صفر کنم میبینید روتیتش فقط به این صورت اتفاق میفته، اینو میبره بالا. اما وقتی اسکو رو که بهش میدم ببینید خود تکستمونم میچرخونه، یعنی نه تنها کل element rotate منفی یک درجه میشه، بلکه این تکست هم یه چرخشی میگیره که حالت سه بودی مانند تقریبا به اون میده، یا دو بودی بهتر بگم، دو بودی بهتر، از اون حالت تک بودی در میاره یک مقدار. کد بعدی که باید بزنیم شادو هست و اینجا من از پراپرتی تکست شادو استفاده میکنم. تکست شادو به خود تکست فقط شادو میده و باکس شادو نمیده، یعنی به خود element. مقادیرش هم 5 پیکسل، 6 پیکسل و 4 پیکسل هست. اولی و دومی محور x ها و y ها هستن. چهارمی بلر هست یا همون
حالت ماتی رنگ میشه، یه جورایی پخش شدن رنگ از اون حالت سالید در میاد، یک نواختی RGBA بهش میخوام رنگ بدم. و اینو توجه کنید که ما میتونیم توی CSS برای اینکه RGBA بدیم، توی RGBA به حالت دیفالت باید سه تا مقدار تعریف کنیم و مقدار چهارم میشه خود اوپاسیتیمون، ولی توی SAS این امکان رو به ما میده که از یک مقدار استفاده بکنیم و به RGBAمون یک مقدار بدیم به همین راحتی. من الان فقط کالر بلک رو میدم و میایم اینجا، میبینیم که تکستمون این شادو رو گرفته. میبینین؟ یه کار دیگه که میخوام بکنم اینه که وقتی میخوام هاور کنم به آرومین اتفاق بیفته، پس مینویسم ترانزیشن. میتونیم اینجا آل بنویسیم. اگه بنویسم ترانزیشن آل 100 میلی ثانیه is in out، سیف کنم، این ترانزیشن به همه تغییراتی که روی این المنت میفته اتفاق میفته. اما من میتونم اینجا بنویسم به جای آل ترانزیشن تکست شادو، سیف کنم، بیام اینجا، میبینید تکست شادومون با یه تأخیری میفته، این اتفاق براش میفته. ازاد من اینو بکنم 1000 میلی ثانیه، کوچیکم باید باشه. میبینین با یه تأخیری فقط تکست شادومون ترانزیشن میگیره و روتیت و اسکومون به صورت وقتی که روش هاور میکنیم این اتفاق براشون میفته. پس وقتی می نویسیم آل یعنی تمام تغییرات ترانزیشن آل رو می گیرن اینها. ببینین الان اینجا هر دوتاشون هم ترانسفورم هم شادو داره این اتفاق برش می افته. خب من اینو هم 100 میلی ثانیه می ذارم به سری دیگه و همه چی اوکیه. این تا اینجا باشه. تو قسمت بعدی ما اینو سنتر میذاریم، به خاطر اینکه الان داخل سکشنی نیست. ما وقتی این سکشن این کارتا رو که میسازیم این هم میذاریم داخلش، تکستش رو بعد سنتر میکنیم. پس فعلا این اینجا میمونه.